خوش اومدین رفقا به قسمت 4 رومه کریر فیروز ناپولی فیفا. اوه خیلی اوضاع سخت خرابه شد. من خودم همین الان فهمیدم، چون بالاخره من نیویورک بودم، کالیفرنیا آمریکا. سلامتی آقا جان، همین امروز صبح نیویورک تشریف آوردم، منم همین امروز صبح از کلمبیان تشریف آوردم که بتونم رو براتون زفت انجام برامون انواع سیگارا رو آورده با انواع کوکائین. بله آره، فکر کنیم پیجمان جانم انواع سوسیس ها رو آورده، همون سوسیسی که سوسیس وقتی اینجوری گفت دیگه مخصوص خودت. آره سوسیس مخصوص خودت. من دیگه تنها که نیویورک نیستم، بیارم یه سری ساختمونای فقط بزرگ و بلند علکی آوردم براتون. از این چطور پیتو بگذاریم، سری بریم سراغ بازی. لایک سابسکرایب زنگوله یادتون نره، برو بریم برای با آقا فیروزم که میگه ناپولی کی وینینگ، یعنی ناپولی همینجور رو داره میبره بدون باخت. آها منظورش اینه، راست میگه. آره آره. بریم یه نگاهی بندازیم به وضعیت بازیکنان ببینیم در چه وضعیتی هستن. حتما وضعیت خرابیه. آره کی ببینیم آقا، مثلا یه سری ناراحتن، مثلا آقا رضا ناراحته، تو چرا منو بازی نمیدی، کم بازی میدی، تو تمشیز کن دیگه. مرت ناراحته داشت. مثلا میگه آقا من کم داری بازی میدی. اشماکل خوشحاله میگه من خوب داری خوب بازی داری میدی. آره و واسه اون دوتا رو بفروش. الان این سینی 9 ماه دیگه قراردادش تموم میشه، ما الان همین الان باید بریم برای چیز نگوشیت. آره ما باید بریم که آقا بگیم که چیز کن لطفا، چیز خوری هم دیگه و حدی داره. کبابی بح. بله کبابی بازیکن خودمون رو میاریم کبابی دیگه بالاخره. بعد یه حالی بهشون بدیم. این سینی هم بالاخره کاپیتان تیمه، بیاییم قرارداد تمیز با کاپیتان تیم ببندیم، چون حیف دستش بدیم این سینی رو. میگه من کروشال میبندم بات، یعنی که شما جزء تیم اصلی همیشه. چند سالشه؟ 30 سالشه. خب میگیم آقا ما یه 3 سال دیگه بازی کن، 5 ساله بذار بهش بگیم که رو 4 با هم ببند. او میگه 2، من گفتم 3 قبول نکرد. بگیم 4 ببینیم 4 چی میگه. میگه 4 که یه دونه اعمال خودت کمتره دیگه، 3 دیگه. بازم میگه 2 دیگه، بریم 3 دیگه. 3 رو قبول میکنه. بله سه رو عبود کرد. ریلیس کلاس میگیم نه اوکی، اصلا نمیخوایم ریلیس کلاس. و چه واسه حقوق میگه، پیشنهاد میدیم 135 تا الان داره میگیره، 145 تا میگیره، 110 تا بیشتر میدیم. واقعا دیگه بیشتر از این در توان باشگاه نیست، ما دیگه نیم نداریم، نه کجا بیاریم، قهرم نکن خواهشم. بله ریزینه بلافر. بله خیلی هم عالیه. من همین ده تا رو کم داشتم، یه جارم و یکم چیز صابونه کشیده بود بالا، اینو گذاشتم رو اون دمت. اوه برای آقا فیروز چیز اومده، پول. نه تیم ملی ولز گفته که بیا مربی ما شو، ولی ما میگیم بیا. بله دوباره میریم سراغ بچه ها، همون قسمت دوست داشتنی که آقا فیروز نشست و کریمی و جلوش نوشتن. آره خب بفرمایید چی میگید؟ میگی که آقا به نظر شما یوونتوس رو نگران کردین یا نه؟ و خیلی خوشحالم از اینکه یوونتوس رو تونستی بخونی اونجا. آره. پیومنت کالشیو میگه می ویور اکسلنت، ما اکسلنتیم، ما بی نظیری، ما فوقلادیم، بین ما فوقلادیم. میگه هاو کن تو همه سوال تکراری نپرسید دیگه، همش سوال تکراری نپرسید. چرا کاش این جواب داشتیم که بس سوال تکراری بسه. میگه چجوری امروز موتیوه انگیزش میدی به بازی کنات امروز؟ و ما هم میگیم که we have professional standards in. I'm not worried about my team, you can't pick and choose your games. میگه که آقا ما استاندارد های پروفیشنالی داریم. حالا این استاندارد چیه؟ جلوی دوربین نمیشه گفتش، اینا تو رخکن. صداش وقتی که از تو رخکن ما everybody say hi. خب اما پژمان coming up next، مثل همیشه که آقای کلینی دماغ گنده رو داریم میبینیم که، و این روز هم توی زمینه دیگلیگی سیم ماشالله آقای این سینیه و یه پاس ریز بده به مرتنز. حالا سردار آزمون میزنه که خودت که الان به من بودی میگفتی عمرن نزن اینو. آره چجوری خودت کردی اینو؟ زدم که ریباندش برگرده دیگه، اینو بزن ولی تو ماشاءالله به این سهند صیادی که درست زد. اینجا آقای آزمون میگه که من 30 میلیون دلاری که پول گرفتم نوش جونم باشه، گوش پیشه بچسبه به رونم. بله ببین، همون که به رونش گفت خیلی حال داد بهتون، شاید هم آبزاده رو خریدیم، اونم هستش. فعلا که آقای اشمایکل داره جانانه از
دفاع میکنه از وطن خودش. وطنم ای شکوه پا بر جا توف انداختی به ذات دشمن. ماشاءالله اشمایکل، آفرین اشمایکل. ببین اون دختره که اون پشت بگو خوشگله، فدای تو دیگه. بابا بذار تو، بذار تو، فدای تو. چرا من که قشنگ نگه داشتم با جهت زدم تو دستای بازی کن بشه پس. حالا یه پاس بفرمایین سنجان، فدای تو سنجان. اوف I love you for infinity. یاشالله اوه بذار ببرم دیگه. آفساید نیست واقعا. نه آفساید نیست، نمیدونم چرا آفساید نیست، چون واقعا به نظرم آفساید بود. ببینیم یه بار، موراتا تو آفساید وایساده بود، واقعا آفساید وایساده بود. کی پر کرده؟ اون که توی تیرک نه خیلی مهم بود. خب آقا این چرا نمیده به ما توپو؟ این کیه که اینقدر پر رو شده حالا جدیدا اینجا؟ من باید برم برسم به سراغ پاهای زنم. چه خب پاهای زنش مگه چیه؟ فراتاخ معروفه پاچخاریه. پاچخار زنشه؟ بدجور. جدی؟ والا چقدر جالب. پس یه مجبورم که این گل بزنم و بزنم بده. یه دایره میخوام بزنم اینم چی میشه؟ ماشاءالله مرتنز. دایره بزنم چی میشه؟ اینجوری میکنه. این شنای بغدادیه بهش میگن. خیلی ناراحت بودم بچه ها، واقعیتشو بخواییم به رو خودم نمیوادم. حالا بفهمی؟ بکنش تو گل ببینم خوشگله. آفرین اینو من گل حساب کردم. ان الله ملائکته و سلام بر نبی. مسعود پایان بازی و یه برد شیرنم. بله و اینجا دست میده آقای فیروز کریمی با این آقای کچلخان. فقط کچلخان دوزن، یعنی هیچ اسمی نداریم. و اینجا آزمون، اینجا آزمون میبینیم که قیافه خوشحال. اینجا میبینیم که این بچه که بره بچه خوشگل. آره چون دیبالا هم واقعا بچه خوشگل. آقا رضا پیام داده. بزنیم آقا رضا چی میگه. آقا رضا ناراحته. من ناراحتم. تو گنج زدی، من کانترکتم بوده که من داره کانترکتم تمام میشه، تو بعد من ول کردی. ول کردی تک کوچه خداحافظ. من میگم که give yourself time to think. برو فکر کن به کارهای بده، برو تو اتاق، برو تو اتاق درم ببند. راست میگه خیلی خوب گفتی سنجان. بریم تو بازی با این ساسولو. فکر کنم ساسولو با این ساسولو ما بازی نمیکنیم. بله سه هیچ میزنه. بوم اصلا به حرکت های دسته سن همش به نظر من باید سانسور شه. دوست دارم که بریم برای مقابله با تیم ساسولو ببینیم که بچه‌هامون کی بود. هم تیم ساسولوئه که پشت ما انداخته بود دیگه. نیمچه پشت ماه، ولی من اعتماد نه الانو نمیگم کلا. سیم می‌خوای بکنی؟ آره ساسولو اونقدر تیم مهم نیست. یعنی آره من ایمان دارم که بچهای ما ساسولو رو میزنن. 1 hour later. بله همون تو که گفتم جامپین. خب اما پشمان این رقابت من نمیذارم اینجا. درست آفتابه و آفتاب تو چشه دروازه‌بان ما و دلیل این دوتا گل قطعا اونه. به جهنم درست من سفرین. نظرت راجع به این پاس چی بود؟ گلو بزنیم بره تو. ای میگن یک، میگم میخوام دایره بزنم. تیکی تاکای زیبا و یه گل رو تیم ناپولی جبران میکنه. چطور هر دفعه دایره یه چیزی میزنه؟ نه احتمالاً یه چیزی رو قبلا نگردش، یه چیزی رو این سری نگردش. آره پس دایره رو آله و میبینیم که استادیوم منفجر میشه و ما یه ذره پاسمو بذار. آها نشون نمیده. ولی این پاس منو نشون میده. این که دیگه اصلا از هموناست که گفتم من هیچ کاری نمیکنم، ولی با این حال این دفعه هم جهت دادم بخاطر اینکه ریسک نکنم. آه بابا جیزس کرایست. یه تنه بابا 20 نفر تو دفاع این آخر. مگه چند نفر تیمتون دیگه؟ چند نفر به یه نفر بده اینجا اینجوری میگیرم. یه پاس بده. این قدرت برده یه دکمه بزن. سهند زیادی با شما. ماشاءالله به شیر پدر کیک مادر منوشابه برادر. نمیذاریم این
یه آب خوش از گلوتون پایین بره. دیگه چی داداش؟ فکر مثلا کریس رونالدو ای؟ حداقل اینکه بدون باخ. بدون باخ. ما گفتیم باخ نمیدیم. ما گفتیم آره. ما می‌خواستیم فیروز کریمی ببین همین آقایی که دارم راجبش صحبت می‌کنم. ما می‌خواستیم حیثیتش به باد نره. یه چند تا موقعیت هم خراب شد واقعیتشو بخوایم. آره خب ما خودمون رو ثابت کردیم که آره ولی احساس می‌کنم که اون یکی تیممونم که یعنی اون جلویامون سردار آزمون و اینا هم بد نیستن، اونا هم خیلی خوب کار میکنن. آره بابا آره بیچاره. پس برو بریم برو بریم. و اینجا... اون دوتا گل ما اگه خورده بودیم اینا رویهشون از دست میدادن دوباره میخوردن. آره اگه نمیرفتیم تو آره صد درصد. چی فابیان چی میگی؟ وسط ای آی وار فابیان چی میگی؟ ساری باز باد آی گات دت سیت میگه من تعویض شدم، من ناراحت شدم. قیافش هم اصلا ناراحت بازی حساسی همو پشمانه بازی میگن مثلا بازی با اینتر بازی حیاتی دیگه بچه‌ها بازی واقعا بازی حیاتی بازی هست ماه الان فعلا و میبینیم که بازی آقای منظورش این که آقای حیاتی گزارش داره میکنه. مارتینز اخراج شده بابت عجیبی نمیدونم ولی اونجا کارت قرمز گرفت و الان دارن 9 نفره بازی میکنن. پرام 10 نفره ببخشید و خوبه لاتارو مارتینز چون یکی از حمله های زهرآگینه. چیکار کردی داداش؟ یکی رو مثلا مصدوم کردی؟ با بریم تو بازی ببینیم. لیگ وحشت لیگ وحشت لیگ وحشت. خب این همون یه گلی که سنجان قلش داده بود بهتون جامپین کنه تو خدا میخواین مثلا دلتون میخواد این همون گله است ها؟ آره دیگه دقیقه 70 سنجان این ای گل نشه بریم تو ایمان داشته باش. متاسفانه باید آدم نمیشه تو اینو گلش کن سنجا از اون گل خوشگلات بزن. آفرین سنجا آزمون سردار آزمون ای برو پدر سر. فیروز باخ نمیده فیروز باخ نمیده. چقدر خوشگل عمل کردم عملی کردم خوب. ما یه مساویه دیگه ولی باز بدون باخت و این برای ما چیز مهمیه آره. که ما باخت ندیم. بله اینجا میبینیم که متاسفانه خیلی دیگه این مساویه اذیت کرده ما رو. و آقای تیم هلاس ورونا که قطعا اینم یه تیم دیگه است که نمیدونم چه تیمیه چسبیده بهمون دیگه. واقعا خیلی مسخره است بچه‌ها. این مدل بازی کردن دیگه به ما نیومده. خلاص اوزا بعد بریم تو ریکاوری ها بعد خیبته دیگه بریم تا برسیم به اینجا و تمام. امیدوارم این مسابقه رو ببریم. بله اینم دو هیچ بردیم. بله بفرماییم خیلی عمالی خیلی زیبا خیلی زیبا. همچنان ما باخت ندادیم لیه خلیجه تا کالگیری بریم اینم ببرید ماشاءالله سه هیچ همینجوری ببرید این ور ها این ور خدا رو شکر. ببینیم جدول چیه. یه امتیاز جلو بله افتادیم. برونا یه باخت ریز داده. روما خیلی داری چاخ میشیده روم... خیلی از ما دور نیستی ها میاییم بالا سره. ولی روم به همون چسبیده بله. به نظر من هم و پژمان تا همینجا کافیست و جدول تو وضعیت خوبی هستش. تا هفته های دیگه ما میتونیم این کریر رو ادامه بدیم و ما بازم میدونیم که تیم ضعیف هم برای ما خیلی اهمیت داره. پنجره انتقالات کی باز میشه؟ پنجره انتقالات ایشالا نیم فصل الان نوومبریم یه یک ماه و 20 روزه دیگه. پس بچه ها تا نیم فصل برای ما کامنت لایک سابسکرایب و امثال این کارا رو انجام بدیم که ما بریم یه سری بازیکن جدید هم به خودمون اضافه کنیم. از همه مهمتر مندیو که دیگه نمیخوایم بیاریم فعلا دروازه‌بانمون خوبه ولی اونم شاید بیاریم. دوستتون داریم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین و فدای تو فدای شما. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.